بنیاد جهانی آیت الله شیرازی با توجه به رویکرد جدید سیاسی عربستان از حکومت این کشور دعوت کرد تا با همکاری شیعیان عراق و عربستان برای بازسازی مراقد عمه بقی علیه السلام اقدام کند این بنیاد طی بیانیه‌ای که نسخه از آن به سازمان ملل متحد نیز ارسال شده تصریح کرد که پس از سخنان محمد بن سلمان ولی عهد عربستان درباره شیعیان عربستان بنیاد جهانی آیت الله عزما شیرازی با دقت هرچه تمامتر پیشرفت در روابط ایجاد شده بین بغداد و ریاض را زیر نظر دارد و امیدوار است که این روابط سیاسی نتایجی مثبت برای ملتهای این دو کشور داشته باشد و باعث حل بحران و کاهش تنش در منطقه شود این بیانی افزود، ما همچنین روند اصلاحات در عربستان سعودی خصوصا اصلاحات کتب درسی در مؤسسات آموزشی این کشور را دنبال می کنیم. کتبی که محصولی غیر از تبیزهای مذهبی، تکفیر و انکار طرف مقابل نداشت و حاصل آنها سرکوب و قلع و قمع مردم منطقه شیعه نشین عربستان بود. بنیاد جهانی آیت‌الله ازماش شیرازی در این بیانیه افزود ایجاد آزادی های عمومی مانند آزادی های دینی، آزادی زندانیان عقیدتی و لغو احکام اعدام صادر شده برای آنان و احترام به عقاید دیگر اخشار جامعه ضرورت هایی هستند که باعث می شود جامعه جهانی ادعاهای عربستان مبنی بر تغییر رویکردها و اصلاحات را بپذیرد و به آن اعتماد کند. این بنیاد در بیانیه خود ضمن اشاره به جوانه به دیگر روی سیاسی عربستان از حکومت این کشور دعوت کرد تا با همکاری شیعیان عراق و عربستان مراقد ائمه بقی علیه ما سلام را بازسازی کند قبرستانی که صدها سال پیش از تخریب مکانی برای عبادت خدای منان بود تا اینکه وهابیان کوردل آن را تخریب کردند تخریبی که از سوی مجامع علمی و مذهبی به شدت محکوم شد. این بیانیه افزود البته ناگفته نماند که تلاش های بسیاری از سوی خیران و شخصیت های مهم و دینی برای بازسازی این مراقد متحر انجام شد ولی هر بار و به دلایل مختلف از جمله نفوذ برخی طرف های سیاسی کار بازسازی این مکان مقدس به تعویق افتاد و سرانجام لغو شد.